به ادامه برنامه از خریوا خوش آمدین. همچنان مهمان داریم و جناب استاد لال محمد تیموری استاد دانشگاه با ما هستن و میخواییم در ارتباط با نظام خانواده و آنچه که باعث موفقیت در یک خانواده و تربیت درست فرزندان آن میشه صحبتهایی خواهیم داشت. با ما همراه باشین. سلام بر شما جناب استاد. بسیار خوش آمدین. علیکم السلام. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز شما. بسیار تشکر. جناب استاد، چه خوبه که در ابتدا تعریفی از خانواده داشته باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله خانواده عموما از دو نفر تشکیل میشه. سنگ اساس خانواده بله. کسانی که با هم پیوند دست پیوند میدهند و عقد نکاحی را ایجاد میکنند که با هم زندگی شرعی داشته باشند. اساس خانواده دو نفر است که بعد فرزندها و در ادامه این نواسه ها و وستگی همه در کل خانواده باید یک پدر داشته باشه و یک مادر. بله. و خانواده کسانی را میگم که در خانه یک کسی هست که او متولی امور همین مجموعه اهل خانواده خود هست. در قرآن کریم اهل بیت ذکر شده. بله. زمانی که خداوند خطاب به زنان پیامبر گفته است که یا نساء النبی لستن که احد من النساء، ای زنان پیامبر شما مانند دیگر زنها نیستین، تفاوت داریم. در آخر میگه که اینما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. توصیه های شده در اینجا در آیات کریمه که شما متفاوت هستیم، شما باید الگو باشیم شما، و مثل اینکه استفهام ذهنی ایجاد شد که خب اهل بیت رسول الله از این نصیحت ها دور بودم که خداوند این توصیه را کرد. خدا میگه که نه، گپ مشکل خاصی نبوده. خدا خواسته است که اهل بیت رسول الله را از اون چیزی که نجاست های اخلاقی و روانی و روحی است دور نگه دارد و پاک نگه دارد، چون اونا الگوی امت اسلامی هستند. و همسر پیامبر صلی الله علیه وسلم میگه که وقتی این آیت نازل شد تمالاً والله اعلم، اگر فراموش نکرده باشون، ام سلمه هست یا یکی دیگر از ازواج مطهرات، میگه وقتی که این آیت نازل شد حضرت پیامبر صلی الله علیه وسلم نفر فرستاد که برو با علی و فاطمه بگو که همراه حسن و حسین بیاین. و اینا آمدن خانه، اینا را در وسط خانه شاند و پتو خود را به سر اینا انداخت. علی بود و فاطمه بود و حسن و حسین. دست خور به دعا بلند کرد و خدایا چنانچه زنانم از اهل بیت ما خطاب کردی، اینها را هم از اهل بیت ما قبول کن. پس بنابراین در برای امت محمد صلی الله علیه وسلم زنان پیامبر و اولادان پیامبر که از نسل فاطمه هستند که دیگر اولاد رسول الله نداشتند بعد از اولاد فاطمه، اینها عضو اهل بیت رسول الله یاد میشوند. و بنابراین پس در خانواده عبارت از یک پدری هست و یک مادری هست و بعد از این نسل که از اینا به وجود می آید نواسه و اولاد هم از اهل بیت یاد. ما وقتی که اساس خانواده عبارت از یک زن و یک مرد است، باید این را بپذیریم که این اساس و این دو مرد که با هم دست پیوند میدهند، این پیوند 100% سازگار باشد، 100% هماهنگ باشد، از نگاه روحی روانی، از نگاه اخلاقی، از نگاه همه احساساتی که انسان ها دارن با هم همسو باشد، همخوانی داشته باشد. و نشود که زن به یک طرز فکر باشد، مرد به یک طرز فکر دیگر باشد و فرزنده ها هم بعد از اینکه در بین این دو نفر بزرگ میشوند نمیتونن طرز فکر درستی را انتخاب بکنن، اونا هم متزلزل به بار میاد. پس بنابراین خشت اول را باید اساسی درست گذاشت که مرد و زنی که خصوصا برای جوانایی که میخوان ازدواج کنن، چه خانم ها چه آقایان، باید در انتخاب خود دقیق باشن. بله. مسئله هوا و هوس خاک هست، چیزا زودگذر است. بله. ولی آنچه که ماندگار هست
توافق روحی و روانی از بین دو طرف است. کسی را انتخاب بکنن که فردای پدر خوبی برای فرزندش باشه یا مادر خوبی برای فرزندش باشه. نشد که حالا فرض کنیم هر کدام یکی خود را قیاس بکنم تا زن و شوهر، نشد که فردا فرزند اونا دارای پدری باشه که به اخلاقیات اسلامی پایبند نباشد مثلا یا مادر پدر را قیاس بکنیم که مادر فکر کنه مادر فردای فرزندش چه کسی باید باشد و دختر از او تنها آرایش یاد میگیره یا دیگر مسائل تربیت اخلاقی خانوادگی هست میشه. در کل اگر این کار را کمکی توضیح بدیم مختصرا، اگر قرار باشه که پدر به اضافه کارهای دیگر که در زندگی شب یک مجلس طبله و دوتاری داشته باشه، بله، پسرم در نهایت کنار پدر میشینه و همو میشود. بله. اگر مادر هم فرض کنیم سی دی را بندازه کنم رقص اروپایی باشه کنار کامپیوتر یا کنار دیگه حتم کنه، دخترش هم همو کار میکنه، روخ و نخ کنه همو کار میکنه، هر چی که بکنه بالاخره این دو نفر اساس زندگی کسانی هستن که از اینا تولید میشه و اینا تاثیر اینها حداقل دو نسل شاید هم بیشتر بالا برود. تاثیر زن و شوهر به فرزندها کلا قطعی است، 99% هست و از فرزندان به نماز هم حداقل از این پدر بزرگا و مادر بزرگا 80% میره تا 4 نسل در بر میگیره. پس بنابراین انسان هایی که قرار است امروز ازدواج بکنن باید این را در نظر بگیرن، اگر علاقه دارن که مسلمان وار زندگی بکنن، نسل ایمانی بعد از اینا باشد و این فرزند ها و نواسه ها صدقه جاریه برای پدر بزرگ و مادر بزرگ خود باشن، باید از همون اول اساسات رو با هم، پیمان را برای رضای خدا با هم بگذارن. دقیقاً. و مهمترین موضوع بعد از اینکه دو فرد با توافق نظر با هم ازدواج میکنن و صاحب فرزند میشن، تربیت فرزندان هست. جناب استاد گرچه شما اشاره داشتین آنچه که امروز امکان داره پدر و یا هم مادر طفل انجام بده، فردای روز حتما طفل از او هم اون کار را انجام میده. در بحث تربیت فرزندان چقدر باید تلاش بکنن؟ از چه مواردی باید استفاده کنن؟ قطعاً نخستین مدرسه و آموزشگاه برای انسان هم خانواده است. بله. و پدرها و مادرها باید خود را در این قبال امانتدار حساب بکنند. مثل اینکه یک کسی امانتی را به شما می سپارد و می گوید که همین امانت ما را به صاحبش برسانیم و شما هم تعهد میکنید که امانت را برسانید، اگر سهرنگاری شود که امانت ضایع شود یا قصدن یا به هر شکلی، میگن فلانی امانتدار نیست، قابل اعتماد نیست یا خائن است. پس بنابراین مادر و پدر باید خود را امانتدار حساب بکنن. قطع نظر که احساسات پدری و مادری هست، اونها میخواهند که جامعه را بسازن. در تربیت اسلامی یک خانواده از دو نفر که زن و شوهر است تشکیل میشود و فرزندان اینا، و یک ده از چند تا خانواده تشکیل می شود و چند تا ده و دهکده و محله یک شهر و ولایت را تشکیل می دهد و چند تا ولایت یک کشور را تشکیل می دهد و چند تا کشور یک قاره را تشکیل می دهد و چند تا قاره می شود کره زمین. پس بنابراین تمام اخلاقیات، تمام طرز العمل زندگی که انسان ها در کره زمین انجام می دهند یا با خود دارند، از همون اساس خانواده شروع می شود. پس انسانی که باور به اعتقادات غیبی دارد، باور به خدا دارد، در این قضیه باید جدی باشد، حساس باشد که او بچه هایی که در خانه او بزرگ می شند فردا نسل همون دیه و همین قریه و همین شهر هستند. بله. اگر اونا بین شهر بروند، بین دیه بروند، پیام اخلاقی درستی برای اون شهر و دینه داشته باشند، دیگرها هم از این اخلاق ناسالم متاثر میشن. و اگر اینها پیام اخلاقی درستی با خود حمل کنن از خانه به سوی شهر و بازار، جامعه هم از اینها استفاده مثبت میکند. بنابراین این پدر و مادر با اون کار خیر
که فرزندان اونو انجام داده بود جامعه از اونو استفاده خیر کرد، این حیث صدقه جاریه حق مستفید میشن پدر و مادر. لذا باید جدی باشن، همینطور که اول گفتم مرد که زن میگیره باید به فکر مادر آینده فرزند خود باشد. زنی که شوهر میگیرد باید به فکر پدری باشد برای فرزند آینده خود. و حتی وقتی که آموزش شروع میشود باید فکر کنم که معلمی که اینا رو درس میده درباره زن باید توجه بکنن. مدرسه یا مکتبی که خارج از خانه میرن درس میخونن میاین، اونجا رو باید در نظر بگیرن، متوجه باشن که رفت آمد از اینا در محیط شهر و بازار تا که میره میایه چه تأثیری به زندگی اینها دارد. و ایتا نشد که صبح کیف بکس کتاب خوروار داره طفل بره باز عصر یا شام یا زور برگرده بگه نان مای مادر چای مای، دیگه کسی نپرسه که چی میکنی چی کردی. این دیگه اساس برنامه باید بعد از خانواده، مدرسه و مکتب و دانشگاه هم خیلی مهمه. بله دقیقاً. و موضوع دیگری که در بحث فرزندان هست، برتری شمردن یک فرزند از فرزند دیگه و یا هم احساس محبت به یک فرزند نسبت به یک فرزند دیگه. این فکر می‌کنم چقدر در یک خانواده هم میتونه ابعاد منفی و هم شاید ابعادی که بر روی روح و روان فرزندان تأثیر بگذاره داشته باشه. خب این موضوع از نگاه روانشناسی خیلی مهم است. یک زن شوهری که 3-4 فرزند دارن نباید کاری انجام بدن که یکی یا دو تا از فرزند حس کنه که درباره از اینا تبعیض شده. خود تبعیض فطرتاً قابل قبول نیست. مثلا شما تصور کنید یک فرزندی که از مادر و پدر تولد شده و حالا بزرگ کردن رو 2 یا 3 شده، هنوز چیزا زیاده نمیفهمه. ولی فرزند دیگه تولد می شود بعد از این، همین که او در سر بغل مادر و روزانه مادر است، همون کودک 2 می بینین که نوعی احساس تنهایی می کنه، نوعی ناراحتی می کنه، پیش مادر نمی آید یا میگه پس کنه میگه سر رو با شما کی هست. اینا نمونه رو ما دیدیم. حتی طفلی بخی به رنگ پیچیدی بود تا یک هفته و چی هستی؟ از کجا آوردن؟ گفتن شفاخانه که پس ببریم بریم. تا که این را تیتال کردن و بالاخره نوازش کردن تا که عادت کرد که بعد از این فرزند دیگر تولد شد. یک هفته 2 روز طول کشید. و تا آخر هم همی است که همی که گاهی وقتی بین خانواده یک فرزند اول فرزند دوم رو گاهی وقتی دوست نداره. همی هست. اون یکی که کلان میشه کوچکتر که به دنیا میآید، پدر و مادر بیشتر کوشش میکنن کوچکتر را نوازش بکنن و ای از نگاه روانی حس حسادت ایجاد میکنه، همون که تبعیض میگیم با شما. بله. پس بنان پدر و مادر باید کوشش بکنن که هیچ وقت عملی را انجام ندهن که یک فرزند حس کنه که مادر و پدر اون خواهر یا برادرش را از او بیشتر دوست داره. و ای از کودکی از این طفولت شروع میشه برنامه باید جدی باشه. بله دقیقا. و برای که جلوگیری از اختلاف نظرها در بین زوجین در بین خانواده ها جلوگیری بشه و یک خانواده موفقی تشکیل بشه، چه مواردی رو باید مد نظر بگیرن؟ خب عرض کردم در اول که گفتم اول باید توافق روحی روانی بین زن و شوهر باشد در لحظات انتخاب و همسرداری. و اونجا اگر توافق نظر باشد دیگه اختلاف نظری نمی آید. اگر بیایند به مشاجره و جنجال نمی کشه. بله. چون هر دو مسلمان هستند، هر دو رضای خدا را در نظر می گیرند. دیگه بنابراین اگر اختلاف نظری هم بیاید جنجال نظر نمی آید. بله. در صورت که توافق روحی بین طرفین نباشه، مدام مشاجره لفظی، شاید گاهی وقتی فرهنگای دیهاتی علت کوب و جنگ و جدل و شد ضرب و شد می باشد. در اون فضایی که کودک ها بزرگ میشن که بین پدر و مادر مشاجره هست و ضرب و شتم هست و نزاع هست و بدبینی و خشونت هست، به روحی کودک ها خیلی تاثیر منفی میکند. و همه کسانی که معمولا در خانواده های بزرگ میشن اونا از عطوفت محروم بزرگ میشن. کودکانی که از عطوفت خانواده محروم بزرگ میشن فردای
زندگیش که بزرگ میشه بین جامعه مطرحه، به هر جا که دست از او برسه رحم و عطوفت ندارد، چه خصوصا وقتی که صلاح به دستش برسه با کشتن هیچ کس دستش نمیلرزه. چرا؟ او خدایی بزرگ شده است. گمان میکنه که از یک بعضی کمبودهایی در داخل وجودش است که به همین خشونت و برخورد و ماجراجویی شاید میخواد اون رو تکمیل کنه که تکمیل نمیشه. دقیقاً. و جناب استاد در ارتباط با مشاجرهای لفظی صحبت کردن، در وقتی که همچین جنجالها و مشاجرهای لفظی به وجود میآیه، فکر میکنین اگر یکی از طرفین کوتاه بیایه و رد گپ پریالده، چقدر میتونم اینا دوباره به روال عادی برگرده و از چی راهکارهای استفاده بکنن که این مشاجره لفظی پس ساکت بشه و زندگی از اونا جریان عادی و روال عادی رو بخواد بگیر؟ خب اختلاف نظر فطرتاً در بین انسان ها وجود داره، چه زن و شوهر باشد، چه برادرها با هم باشند، چه مردم و جامعه باشد. همینه که جامعه انسانی به سوی حرکت پیش می رود، عقب نمی ماند. همین که اختلاف دیدگاه هاست، هر کس روی دیدگاه کار می کند، شاید نتیجه قوی تر از یکی دیگه بگیره، یکی هم تلاش می کند از این بیشتر کاری انجام بده. پس بنام اختلاف نظر کار پسندیده هست، منطقه اون اختلافی که به نزاع و جنجال بکشه او کار بعد هست. و خصوصا پدر و مادرها کوشش بکنن اگر هم میخواین بحثی را مطرح بکنن که احتمال داره بین از اونو گپی سرصدای بلند بشه، کوشش بکنن وقتی این نظر خوب مطرح بکنن با هم که فرزندان رفته باشن مکتب مثلا نباشن جایی، که این حس نکنن. اگر احیانا زن و شوهر به خانه هستن، بچه این از مکتب میایه، اینا روی یک گپی سرصدا شدن، برای خدا همون لحظه همون صدا را قطع کنن دیگه، تا که اون کودکی که میایه خود را بندازه با آغوش مادر یا با آغوش پدر بندازه، احساس راحتی بکنه. و گذشت خیلی مهم است. ما در سیرت النبی صلی الله علیه وسلم داریم که حضرت پیامبر روزی آمد به خانه، آمد دید که حضرت فاطمه کمی ناراحت است، از چهره معلوم شفت و این علی، علی به کجاست؟ قال ادری، خبر ندارم. مثل کسی فهمید که ناراحت است، بیرون شد و حالا بیرون خانه جای دیواری بود و دید که به دیوار روی خاکا حضرت علی ناراحت، خود دراز کشید خواب مال شد. مرد بالاخره فهمید که بین از اینا کدوم چیزی حرف شده، خود سر حضرت علی را بالا کرد و خاکا سری را تکان داد و خون یا ابو تراب، این اصطلاح لقب ابو تراب که یکی از القاب حضرت علی است، خوب را آورد و نصیحت کرد و بالاخره گفت که کوشش بکنیم که با هم گذشت داشته باشیم. در کل اختلاف نظر ناروا نیست، بد هم نیست همیشه، اون تو اختلاف نظری که به مشاجره و به نظامی انجامه، یعنی بین من کسی از نظر خود تنازل نمی کنه، یک کار درست نیست. دائما شاید یکی از نظرها اولویت داشته باشه، همیشه دو تا سه تا نظر به یک وقت اولویت پیدا نمی کنه. پس باید کوشش بری بشه که گذشت اساس برنامه مشارکت زندگی زن و شوهر داریست. اگر گذشت نبود زندگی سوهان عمر می شود، به گفته مردمان دیاتی سخت می شود. دقیقا. اگر چه جناب استاد بحث نظام خانواده را در کل، خانواده موفق یک بحث بسیار وسیع است و انشاءالله که بتونیم در برنامه های بعدی باز بیشتر صحبت بکنیم. بسیار تشکر از حضور شما استاد لال محمد تیموری، استاد دانشگاه، از اینکه در برنامه امروز با ما بودیم. تشکر میکنم منم از شما و از همه بینندگان محترم. بسیار تشکر و سپاس از شما عزیزانی که تا این لحظه با ما بودین. حال هم بخش آموزش خطاطی آماده هست، میبینیم و دوباره برمیگردیم.